میزبانی ماسکو از نشست شش جانبه در مورد افغانستان. بعد از نشست اول ماسکو که در آن نماینده افغانستان دعوت نشده بود، نشست امروز با شراک افغانستان، پاکستان، هند، چین، ایران و روسیه در ماسکو برگزار شد. محور بحث این نشست بررسی اوضاع جاری افغانستان به ویژه تلاش‌های برای صلح با طالبان خوانده شده است. اما اگر به چرخش بازی‌های منطقه‌ای توجه شود و فعال شدن نقش روسیه را در قضای افغانستان مورد بحث صورت بگیرد، پرسش‌های جدی مطرح می‌شود. اینکه پیامدهای نشستی را که ماسکو در مورد افغانستان میزبانی می‌کند بر افغانستان چی خواهد بود؟ آیا روسیه با برگزاری چنین نشست‌ها در مورد بحران افغانستان وضعیت افغانستان را بیشتر به طرف تشنج نمیبرد؟ سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم آقایان دکتر اکرم عارفی، استاد دانشگاه، آقای عبدالمعین معین نویسنده و همچنین آقای جارالله منصوری، وزیر پیشین انکشاف دهات افغانستان، تا دقایق بعد در برنامه با ما خواهد پیوست. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای عارفی، در مورد نشست ماسکو، خب نشست اول که آجنداش پنهان بود، افغانستان هم از او آگاه نبود، بیشتر بارها افغانستان از آجندای پنهانی و نشست ابراز نگرانی کرد، اما این نشست شش جانبه که امروز برگزار شد، فکر میکنید که واقعا پیامد مثبتی بر ما داشته باشه این نشست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و مهمان محترم معین صاحب. عرض کنم که این نشست ها در حد خود میتواند دیدگاه کشورهای همسایه و منطقه را به هم نزدیک بسازه و نیت ها و اهدافی که دارن نسبت به مسائل افغانستان و بحران افغانستان میتونه برای همدیگر واضح بسازه. از این جهت میتونه یک فضای اعتماد و فضای نستکی و فضای گفتگو را تقویت بکنه. ای در این حد ما میتونیم بگیم یک دستاوردی است و یک زمینه خوبیه. اما این که به یک نتیجه عملی برسه و بتونه در مدت کوتاه یا یک مدت قابل انتظار تاثیر عملی روی مسئله افغانستان بگذاره، به نظر نمیرسه که به این زودی تاثیر را بتونه بگذاره. خب اگر با شما به نقش روسیه در قضای منطقه بشه توجه بکنید، به اظهارات سریع مقامات روسیه در مورد حمایت از طالب شما توجه بکنید، فکر نمیکنید که واقعا این نشست ها بیشتر برای روسیه در قضای افغانستان فرصت خلق میکنه و اینجا واقعا وضعیت افغانستان به طرف بحران جدیتر میبره؟ خب یقینا مسئله دو جنبه و دو بود داره. اول میست که روسیه یک نگرانی ها و تشویش های نسبت به امنیت داخلی خود داره یا امنیتی کشورهای آسیای میانه. از این زاویه اگر ببینیم، نزدیکی روسیه یا ورشتن روسیه در مسائل افغانستان نمیتونه بحران افغانستان را تشدید بکنه. روسیه تا یک حدی وارد مسائل افغانستان خواهد شد که بتونه تهدیدات را جلوش بگیره که وارد آسیای میانه شود، در این حد. خب البته غیر مستقیم داره، نزیاد سیاسی ممکنه بردی برای طالبان داشته باشد و بالاتر از ممکنه یک سری حمایت های دیگه برای طالبان صورت بگیره، منتها یک هدف محدودیه. اما از یک بودی دیگر اگر ما در نظر بگیریم که روسیه احساس میکنه که آمریکا در جاهای مختلف از فرصت هایی که در اختیارش قرار گرفته به عنوان فشار علیه روسیه استفاده میکنه، اگر روسیه خواسته باشد که در افغانستان که زمینه برای او نسبتا مساعد است به عنوان یک گهرم فشار در برابر سیاستی منطقه‌ای آمریکا استفاده بکنه، در این صورت بسیار خطرناک خواهد شد. افغانستان میره به سمت تقابل. فکر نمی‌کنید که امین بحث آخرتون واقعا نکنون روی در بازی کلان روسیه در محور اصلی روسیه قرار داره؟ هنوز خیلی مشخص نیست، به این معنا که روسیه با توجه به تجربه قبلی، با توجه به مصروفیت‌های شدیدی که داره، بسیار بعیده که وارد یک رقابت جدی با آمریکا در افغانستان شود و بخواهد که یک فشار جدی را در خاک افغانستان برای حضور و نفوذ آمریکا وارد بکنه. هنوز مشخص نیست که سیاست روسیه بر ای استوار شده یا نه، منتها فقط ما به عنوان یک احتمال در نظر میگیریم، خصوصا که این بخش سیاست روسیه بستگی داره به سیاست های بعدی رئیس جمهور جدید آمریکا، که آمریکا در سیاست های جهانی خود چقدر جایگاهی برای روسیه در نظر میگیره و چقدر در صدد رقابت و مقابله با روسیه برمیآید. او موقعی است که آدم میتونه بگه که سیاستی روسیه به صورت شفاف در افغانستان چی میتونه باشد. سپاسگزارم. آقای جارالله منصوری، وزیر پیشین انکشاف دهات افغانستان، تازه در برنامه با ما پیوست. بسیار خوش آمدید آقای منصوری. آقای معین، در مورد نقش روسیه در مسئله صلح افغانستان، نشست ماسکو که بار گذشته در محوریت چین، ماسکو و پاکستان برگزار شد، اما اکنون
دیده میشه که دامنه ازی وسط پیدا کرد و اینجا بیشتر کشورهای ضد منافع در محور هم جمع شدن در این نشست. فکر میکنید که پیامت این نشست بر افغانستان پیامت مثبت باشه؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان گرامی. ببینید، روس ها ابتدا دقیقا با حفظ منافع ملی خود حرکت میکنن و نگرانی هایی که از وضعیت امنیتی در منطقه از خاورمیانه تا جنوب آسیا و افغانستان دارن، یک مقدار مسئولیت های اینا را در این قبال بیشتر ساخته. به تناسب تمام کشورهایی که در اطراف افغانستان هستند و قدرت های منطقه‌ای، روس ها دست و ید بالا دارند و بیشتر احساس مسئولیت میکنن و بیشتر آسیب پذیرن از این ناحیه و برای از دست دادن چیزهای بیشتری دارن. از این لحاظ است که روزها در اجلاسی که سه جانبه بود چندی پیش دایر کردن، ابراز کردن که خیلی رسمی نیست، اما یک مقدار ذهنیت سازی کردن و خواستن ببینن تا چند اندازه میتونن که گامهای بعدی را بردارن. چنانچه که شما در روزهای آینده شاهد یک اجلاس شش جانبه بین کشورهای همسایه افغانستان و قدرت‌های منطقه هستین، قدرت‌هایی که در تضاد منافع به سر می‌برن همکنون، اما روس‌ها انقدر توان ایرا دارن و ظرفیت ایرا دارن تا این قدرت‌ها را در کنار هم به خاطر مسائل امنیتی افغانستان و منطقه بر سر یک میز بنشانن. اما یک بحث مهم است که شما اشاره کردین، بحث این که چه پیامدهایی برای افغانستان دارد. ببینید، ما بر علاوه ای که افغانستان خب در به میدان نبرد تبدیل شده و بیشترین قربانی ها را از بابت تروریسم و افراطیت میده و همواره نیازمندی است تا یک اجماع عمومی و یک اتحاد عمومی در سطح منطقه به میان بیاید و یک مبارزه یک نواخ شکل بگیره، نگرانی های افغانستان داره از جانب ایران و جانب روسیه که چندی پیش افغانستان در برابر این روابط روسیه و ایران با طالبان، با گروهک‌های طالبان داشت، ابراز نگرانی کردند. اینها را افغانستان باید در آجندای صحبت‌ها و در آجندای بحث خود بگیرند و باید مورد بازنگری قرار بدن این وضعیت را، تا که بالاخره ما تا چه اندازه میتوانیم که به نفع خود از این اجلاس سود ببریم. شما فکر میکنید که اجلاس نفس برگزاریش هم واقعا به نفع افغانستان باشه و یا هم آجندای نفع افغانستان دیگه دنبال شه؟ ببینید، افغانستان موضوعیت داره در این اجلاس. خب افغانستان موضوعیت داره، درست است. اما شما اگر توجه بکنین به خب میبینین که بیشتر کشورهای مثل ایران، پاکستان، مثل هند که کلانترین جنجال ها را در افغانستان اینها دارن و چین هم یکی از کشورها است، فکر نمیکنید که واقعا اینجا سناریوی های دیگری دنبال میشه؟ من باورمند هستم که قدرت های بزرگ استراتژی های کلان را تعقیب میکنن و خیلی سخت است که آدم همسویی با استراتژی های قدرت های بزرگ نداشته باشه. این کار سختی است که اگر افغانستان به تنهایی خواسته باشه فشاری را وارد کنه و به نفع خود، فکر میکنم که اگه همسو نباشه مشکلاتی خلق خواهد کرد. اما این را هم شما در نظر بگیرید که افغانستان با قدرت های دور هم وارد یک برنامه های استراتژیک سیاسی است. ایالات متحده از متحدین افغانستان است. اگر قرار باشد این اجلاس آمریکایی ستیزی باشد، من فکر میکنم که من اعلام کردم و در جلسات که داشتم این مسئله را مطرح ساختم به عنوان نگرانی به عنوان یک شهروند افغانستان که این اجلاس ناکام خواهد بود، به خاطر اینکه ما نمیتونیم که روابط خود را با جهان قطع بسازیم. از جانبی هم نیازمند همکاری های منطقه ای هستیم. این همکاری ها باید در یک همسویی قرار بگیره با اون روابطی که ما با قدرت های دور و با قدرت های بزرگ جهان مثل ایالات متحده و اروپا داریم. در این اجلاس روس ها هم حساسیت های منطقه ای و حساسیت های دور را یقینا درک کردن. اگر روس ها دقیقا سعی کنند که بار ایدئولوژیک این اجلاس را پایین بیارن که آمریکایی ستیزی نباشد و به جای اینکه در تقابل با منافع آمریکا در منطقه قرار بگیره، بلکه از آمریکا دعوت به همکاری بشه و آمریکایی ها هم بفهمن که منافعشان در اینجا تامین میشه، دقیقا خب این اجلاس به نفع افغانستان و منطقه خواهد بود. اگر چنین نباشد، دقیقا تعارض خلق خواهد شد و به جای اینکه ما بتانیم که سودی ببریم، دقیقا در یک باطلاق بدتری قرار خواهیم گرفت. آقای منصوری، خب آجندای نشست مسکو در ظاهر آنچه که دیده میشه مسئله بررسی اوضاع بحرانی افغانستان و مسئله چگونگی پیشبرد و یا هم آغاز مذاکرات با طالبان است. اما
آنچه که بیشتر به بازی‌های مسکو و کشورهای عضو این نشست در سطح منطقه توجه میشه، فکر میکنید که این نشست واقعا برای افغانستان منفعت داشته باشه و یا هم بتونه که یک بخش از مشکل افغانستان راه حل برش پیدا بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مرگام نخست خدمت مهمانای گرامی و شما و از طریق شما خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید سلام و احترام عرض میکنم. این نشست میتونه آیا این نشست میتونه یک گامی در راه حل مشکلات افغانستان بوده باشه؟ برمیگرده که یک سری بزنیم به پس منظر این نشست. این نشست قبلا صورت گرفت در مسکو بین پاکستان، چین و خود روسیه که افغانستان حضور نداشت و با انتقادات شدید افغانستان مواجه شد و واقعا هم قابل تحمل برای هیچ افغانی نیست که در غیاب افغانها کشورهای همسایه یا کشورهای منطقه روی مسائل افغانستان صحبت بکنن. هر موضوعی که در رابطه با افغانستان صحبت می شود باید در حضور افغانها و هر گامی هم که برداشته می شود در افغانستان باید به رهبری افغانها شود. به خاطر ازی که به این موضوع پاسخ داده باشیم، بیاین که دو تا موضوع را از هم تفکیک بکنیم و از دو منظر مختلف ببینیم که آیا این نشست ها میتونن با این سیاست های متفاوت و مختلف را که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه در قبال افغانستان دارن، این نشست ها میتونن موفق باشن یا گره‌گشای مشکلات افغانستان باشن. مسئله اول این هست که چرخش دیپلماسی روس از کدام زمان آغاز می شود؟ چرا یک چرخش یک بارگی در دیپلماسی روس به بار می آید؟ یک موضوعی هست. موضوع دیگه ای است که آیا ظرفیت رابطه میان طالبان و روس ها واقعا وجود داره؟ مسئله سوم این هستش که آیا اگر بر سابق به تاریخ یک سری بزنیم، می‌بینیم که روسیه در همه تحولات در افغانستان حساس بوده. از این سه منظر باید به طرف روسیه نگاه کرد، از این سه منظر، و بعد تحلیل کرد که روس‌ها چی می‌خواهند. و از سه منظر دیگه باید به سیاست آمریکا دید. اول از منظر اظهارات خود آقای ترامپ باید دید. آقای ترامپ قبل از کاندید شدن در جریان مبارزات انتخاباتی و بعد از انتخاب به حیث ریاست جمهوری آمریکا اظهاراتش راجع به افغانستان چی بود؟ منظر دوم سیاست حزب جمهوری خواه در آمریکا در قبال افغانستان چیست؟ منظر سومی که باید دید این استش آقای بابک که جنگ آمریکا علیه تروریسم و علیه بنیادگرایی است. حال بیاین که از آمریکا شروع میکنیم و مختصر به خاطر از اینکه پاسخ داده باشیم به همه به این سوال و بیننده های عزیز باید بدانند. مشخص در مورد ازی بفرمایید، شما خودتان پرسش مطرح کردین. کشورهایی که عضو نشست از خودشان سیاست های مختلف را در سطح منطقه بازی میکنند، در قضای افغانستان هم دخیل هستند، آیا فکر میکنید که با همین اعضای نشست بتونه موفق باشه؟ نه، آن چیزی که برای من قابل تعمق است در است که رابطه سرد پاکستان و روسیه در طول تاریخ است، خصوصا در تاریخ نزدیک است و بعدش هم رو به بهبود گذاشتن این روابط است و به حدی که در سپتامبر سال گذشته هر دو کشور تمرینات نظامی مشترک داشتند. حال پاکستان و روسیه که دو رقیبی، دو حتی گفته میتونم دو دشمنی دیرینه، چطور به دو دوست تبدیل میشن؟ خب این تقاضای سیاست است. اما آیا پاکستانی ها و روس ها آمدن آقای ترامپ را، انتخاب آقای ترامپ را به حیث رئیس جمهور آمریکا و اداره آقای ترامپ را یک فرصت میدانند مداخله کنند در قضایای افغانستان و برجستگی نشان بدن همان گونه که مداخله کردند در مسئله اوکراین و مسئله سوریه و بالاخره در اذهان عامه و در جهان نشان دادند که نسبت به آمریکا دست بالاتری در قضایای سوریه و در قضایای اوکراین دارند؟ آیا روس‌ها با استفاده از این فرصت به خاطر ازی که آقای ترامپ اظهاراتی را که قبل از انتخابات داشتن و در جریان مبارزات انتخاباتشان داشتن اظهارات ضد و نقیض بود
و بالاخره اظهاراتی را که در اواخر در مکالمه تلفنی با رئیس جمهور افغانستان داشتند. ببینید از این منظر اگر ببینیم، آقای ترامپ یک دفعه در سال 2013 گفت که ما افغانهایی را آموزش میتیم، میلیونها دلار مصرف میکنیم و همین افغانها خود ما را دوباره میکشند، بیاین از افغانستان برای مزخرف است، چی کنیم؟ در یک مصاحبه دیگه آقای ترامپ گفت که در منطقه پاکستان مشکل است، باید ما روی پاکستان تمرکزی بیشتر کنیم. در 6 اکتبر سال 2015 آقای ترامپ با CNN گفت که ما نگران از این هستیم که از تسلیحات اتمی پاکستان به دسترس تروریست‌ها قرار نگیره، نگرانی ما این هست، باید تمرکزی بیشتر بکنیم، ما اشتباه کردیم که به افغانستان رفتیم. بالاخره در یک مصاحبه دیگه ایش گفت که نه، ما نگفتیم که ما اشتباه کردیم، ما گفتیم که به عراق که رفتیم اشتباه کردیم. حال در مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور افغانستان گفت که مبارزه نیروهای امنیتی افغانستان در برابر تروریسم هر دو کشور را به دو تا شرکای مهم تبدیل کرده. به این معنی است که آقای ترامپ بعد از انتخاب به حیث رئیس جمهور آمریکا حال درک کرده که افغانستان چه موقعیتی را داره، و حال آقای ترامپ و دستگاه اداره آقای ترامپ به خاطر از اینکه تحلیلگران پژوهشگرانی که در شبکه تحلیلگری آمریکا بر افغانستان بودن، اونها در اون زمان گفته بودند که آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ تجربه در سیاست خارجی ندارن. اما این اظهارات آقای ترامپ و سیاست آخر آقای ترامپ این نشان داد که آمریکایی‌ها هنوز هم از حامیان اصلی افغانستان هستند، هنوز هم 10,000 سرباز در اینجا دارن، هنوز هم هزارها افراد ملکشان در افغانستان هست، و خصوصا آقای نیکلسون که در اواخر در سنای آمریکا اظهاراتی را که داشت که جنگ ما به بنبست رسیده و ما باید جنگ به پایان برسانه، و این جنگ هم ناگفته نباید گذاشت آقای بابک، و این بسیار مهم است که طولانی ترین جنگ در تاریخ آمریکاست و هزینه ای هم که در این جنگ مصرف شده 115 میلیارد دلار بیشتر از اون هزینه است که بعد از جنگ جهانی دوم در بازسازی اروپا مصرف شد. بالاخره آمریکایی ها مجبور هستند این جنگ به پایان برسانن، و اداره آقای ترامپ هم هر چیزی که در گذشته داشتن در او تجدید نظر کنن. حال میمانه بحث روس ها و بحث این نشست هایی که چیز شده آغاز شده، شکی نیست که روس ها در تمام تحولات افغانستان حساس بودن. از زمان امیر شیرعلی خان از اژدها عبده که در اون زمان بریتانیای کبیر و روسیه تزاری بود، از اون زمان که بازی بزرگ عنوان کردن، پس دوباره بازی بزرگ آمد در زمان قشور سرخ شوروی و جنگ سرد عنوان شد، بالاخره تا زمان حکومت مجاهدین و بعد از زمان حکومت مجاهدین، حتی خود روس ها حامی حمله آمریکا بر طالبا بودند. طالبا در اون زمان هم خواستند که با روس ها ارتباط تامین بکنند، روسیه نخواست. اما حالا یک چرخشی در دیپلماسی روسیه صورت گرفته که آمده و سفیر روسیه عنوان میکنه که ما به خاطر حفاظت شهروندان خود با طالبان رابطه برقرار میکنیم. اصل بحث باید اینجا صورت بگیره که آمریکایی ها از کدام منظر میبینن و روس ها از کدام منظر میبینن، و بالاخره افغان ها باید چی بکنن. آقای عارفی، اگر آقای منصوری هم به رقابت سنتی روسیه و آمریکا اشاره کرد، و شما اگر به اظهارات تند تیز مقامات روسی به ویژه نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در مورد امور افغانستان و پاکستان توجه بکنید، آقای کابلوف یک بار گفت که ما به دلیل از طالبان حمایت میکنیم که طالبان هم در برابر کسی که ما در عراق میجنگیم اینها در افغانستان میجنگند. اینجا بیشتر و به اظهارات سفیر روسیه و وزیر خارجه روسیه هم اگر توجه شود، بیشتر اینجا دیده میشه که تقابل گروه های تروریستی توسط دو کشور، دو قدرت دنیا به وجود آمده، داعش و طالب. فکر نمیکنید که نشست مسکو هم نوع قدرت نمایی است در برابر نفوذ غرب در افغانستان و در این منطقه؟ یقینا نشست مسکو چند پیام رو داره یا چند هدف میتونه داشته باشد. اولی است که یک نوع قدرت نمایی در برابر آمریکا میتونه تلقی شود. تا کنون آمریکا تنها بازیگری مؤثر در منطقه بود که از طریق حامیان خود مانند پاکستان و تا حدود از لحاظ سیاسی چین و بعض کشورهای دیگر سعی میکرد که تحت عنوان مبارزه با تروریسم این کشورها را در دور خود جمع کنه و بینون یک جبهه متحد و اون نوع مبارزه ضد تروریسم را که آمریکا میخواد به اون سمت جهت بدن. تا حالا تنها آمریکا بود که ابتکار و مدیریت تحولات را به دست داشتن. امروز وقتی که روسیه میآید، همین کشورهایی را که قبلا بسیار نزدیکی با آمریکا داشتن و در
1.5 دهه دیگر در کنار آمریکا و دنبالرای آمریکا بودند در سیاست مبارزه با تروریسم، اینا را میکشانه در دور یک میزی و القاعات و یا ذهنیت و یا طرحهای جدیدی بر اونها پیشنهاد میکنه و سعی میکنه اونها را در یک محور دیگه هم کوشش کنه که جهت بیتن. این معناش است که این انحصار بازیگری آمریکا حداقل زیر سوال رفته و یا قابل تحمل نیست. روسیه میخواد بگه که اگر تروریسم تهدیدی است، تنها تهدید برای آمریکا یا غرب نیست، تهدید میتونه برای ما هم باشد، پس به همون اندازه منم به خود اجازه میدهم که در برابر این تهدید یک سیاست فعال و تاثیرگذار را در پیش بگیرم. از این جهت یک پیام داره. پیام دیگرش است که میخواد به افغانستان بگه که شما تشویش و نگرانی نداشته باشید. نشست سه جانبه ای که بار اول برگزار شد برای افغانستان بسیار یک پیام بدی داشت و افغانستان واکنش تند نشان داد. این بار میخواد بگه که هدف ما از این نشست افغانستان نیست. نه ما با دولت افغانستان در ستیز هستیم و نه خواهان ضعف دولت مرکزی افغانستان هستیم، بلکه در اینجا یک تهدیدی است که جدای از دولت افغانستان متوجه ما میشه. میخواد یک نوع اطمینان برای افغانستان بدن که شما نباید یعنی تحت تاثیر ذهنیتی متحدین جهانیتان باشید که احساس کنید که روسیه در برابر افغانستان یک سفارت فکر نمیکنید بخش اول هفتون بیشتر پررنگ است. شما اگر به اظهارات سرگلاروف ببینین در دیدار با سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که اگر وضعیت بحرانی افغانستان مدیریت نشه و افغانستان به سرنوشت سوریه دچار میشه و اینجا دیده میشه که بیشتر روسها اکنون گامهای تازه و مشکوک برمیدارند، فکر نمیکنید که واقعا اینجا تقابل با آمریکا و غرب است نه چیز دیگری؟ فعلا ما خیلی تقابل گفته نمیتونیم، ولی احتمال زی وجود داره، زمینه برای زی بسیار فراهم است که بره به سمت تقابل. یعنی وقتی که روسیه به این نتیجه رسیده و یا میرسه که طالبان یا گروه های تندروی دیگر اینا یک بهانه برای حضور آمریکا و یک ابزار در جهت نفوذ آسیای میانه و وسیله است برای ناامنسازی و انتقال بحران در آسیای میانه، اون موقع است که وضعیت بسیار خطرناک خواهد شد. روسیه مجبوره که به صورت جدی وارد عمل شود برای خونسازی از این طرح‌ها، یا درست یا نادرست وارد معرکه و میدان شود. در اون صورت ما میتونیم یک وضعیت بسیار بسیار پرخطر را بر افغانستان پیش بینی کنیم که افغانستان میدان تقابل دو ابرقدرت خواهد شد و سرنوشت شبه استیدا را به خود خواهد گرفت. سپاسگزارم آقای معین. آنچه را که پرسیده شد در بحث تقابل بی قدرت ها و بیشتر پیشینه داشتن تقابل در مورد قضیه افغانستان، شما اگر ببینید بعد از یک رویارویی که در سوریه در مسئله بین آمریکا و روسیه به وجود آمد، اوجدارها در افغانستان هم داده میشه، برها طرف مقامات روسی این مسئله اشاره شده، فکر نمی کنید که واقعا نشست مسکو هم یک بخش از مقدمه امین تقابل است که ما یاد کردیم؟ بله، ببینید نشست چند منظوره است، حدودی هم دوستان اشاره کردن، یعنی به صورت مشخص روزها قدرت نمایی میکنن و دارن میفهمونن که ما قدرت ای را داریم که در منطقه در مسائلی که فعلا در منطقه هست نقش اول را داشته باشیم. میمانه بحث ای که آمریکایی ها چقدر میتونن که همسویی داشته باشن با این اجلاس، این خیلی مهمه. من پیشتر خدمت شما عرض کردم که روزها این حساسیت ها را درک کردن و برای آمریکا هم فهم میکنم اگر منافعش در این اجلاس تامین بشه خیلی بدپسند نیست که حمایت نکنه. آمریکایی هم حمایت خواهند کرد اگر منافعشان تامین باشه و با روزها به توافق برسن. خب خیلی خوب است که روزها بتونن که در منطقه قدرت ها را در کنار هم بیارن و هزینه های آمریکا را پایین بیارن و صادقانه مبارزه کنن به خاطر از بین بردن تروریسمی که دامنش کل جهان را گرفته. این برای آمریکایی هم خوشاینده، اما اگر قرار باشد که در بعد از اجلاس دوباره فریکسیون بازی هایی بشود و روزها و ایرانی ها باز دوباره خواسته باشند آنطور که در سوریه دخالت هایی داشتند و به مزاج آمریکایی ها برابر نیست، خب دقیقا تعارض خلق میشه و تضاد منافع خلق میشه و دقیقا دوباره افغانستان آسیب میبینه. طالبان هم که امروز به کارت بازی تبدیل شدند، کارت بازی از این به این منظور که هم در جنگ از طالب استفاده میکنن این دولت ها و این قدرت های منطقه و همسایگان افغانستان، هم در پروسه صلح. وقتی ما به طرف صلح بریم، خب دقیقا میبینیم که از آدرس های مختلف طالبان معرفی میشن و این پروسه صلح افغانستان ناکام میکنه. ما به پروسه صلح باورمند هستیم که برای مردم افغانستان معنا داشته باشه، نه برای دولت های بیرون. اگرچه
شاید توان ما بسیار ضعیف باشه و ما نتونیم که کاملا نیات این قدرت ها و دولت ها را بتونیم که مدیریت کنیم و بفهمیم و فهم کنیم، اما میتونیم که واکنش نشان بدیم. میتونیم ما هم پیمان هایی داریم که با اونها در مشوره باشیم. وضعیت منطقه بیش از همه بر افغانستان فشار وارد میکنه و ما زیر فشار هستیم. یعنی شما هم میگین که این وضعیت و یا همین گردمایی ها و یا همین نشست ها بیشتر به این نیست که مشکل افغانستان حل بکنه، هست. یک محور از ائتلاف بر فشار بالای افغانستان، و چون افغانستان هم فراموش نکنید که از یک لحاظ بیشتر مورد سوء نیت کشورهای منطقه است، چون اینجا واقعا حوزه نیروهای غرب است، کشورهای غربی است. فکر نمیکنید که واقعا ما به طرف فشار میریم و این کشورها با گذشت هر روز بر ما فشار بیشتر میسازن؟ بله، شما توجه کنین چرا دولت افغانستان را در این اجلاس دعوت کردن؟ دو حساسیت رو مد نظر گرفتن. یکی که خب افغانستان کشوری است در منطقه و حضور داره و در محراق این مشکلات و بدبختی و بحران است، و یکی که خواستن که آمریکایی‌ها را یک مقدار یک برخورد تلطیفانه با اونا داشته باشند و بگن خب افغان شما پایگاه دارین در داخل افغانستان، پس فلحاظ ما افغانستان را هم دخیل می‌سازیم. و پیشتر به شما گفتم که موضوعیت داره، منتها ما هنوز نیات کسانی که در این اجلاس شرکت می‌کنن را خوب نمی‌دونیم. ما در روابط شخصی که یا نزدیکی‌های سیاسی که با هند داریم تا حدودی میتونیم درک کنیم، مقداری یک مقدار خاطر جمع باشیم. با ایران اگر رابطه نسبتا خوبی داریم میتونیم خاطر جمع باشیم. با پاکستان در تنش به سر میبریم و نیات روس‌ها هم هنوز مشخص نیست. به عبارتی دیگر هنوز فهم بین‌ذهنی مشخص نیست. یعنی ما نمیتونیم بفهمیم که نیت اصلی چیست. آیا مانور تنها قدرت روسیه است که نشان بده به آمریکا و به غرب که من قدرت برتر منطقه هستم و توان مدیریت و رهبری را دارم، یا نه واقعا یک اختلافی از اراده ها به صورت صادقانه به وجود آمده که میخواد بساط بحران امنیتی را برچینه، و این برای ما هنوز گنگ است. اما نگران هم هستیم. مشخص و یا هم سیاست های مشخصی کشورها اعضای نشست ببینید دیده میشه که واقعا نگرانی هست. و بله، ببینید نگرانی هست. من خدمت شما عرض کردم که ما هم هنوز نگران هستیم چون نیات مشخص نیست. در اجلاس های پنهانی که صورت گرفته بود که بیان کردن که ما اینها را این اجلاس رسمی نبوده، به بهانه های مختلف، مثلا به خاطر حفاظت از شهروندان، به خاطر یک روابط تلفنی که ایران و با طالبان داشت، اینها را بسیار کوتاه توجیه کردن و بسیار کم معنا توجیه کردن. اما برای افغانستان اینا خیلی مهمه، زنگ خطره. اگر قرار باشد ما تا دیروز از طالبی که از جنوب افغانستان وارد میشد و از جانب یک کشور وارد میشد، امروز از کشورهای مختلف وارد بشه، دامنه جنگ وسیع‌تر خواهد شد. برای دولت افغانستان بار سنگینی است. اما ما دولت افغانستان در این اجلاس باید نگرانی های خود را بیش از هر چیز باید به صورت صریح بیان کنه. دولت افغانستان باید نگرانی خود را ابراز بدارد و نگرانی سیاسی و امنیتی خود را ابراز کنه، و بعد اینکه ما ببینیم تا چه اندازه این اراده مشترک شکل میگیره، این اراده ای که باید شکل بگیره. آیا واقعا این دولت ها که امروز متهمن و دولت افغانستان هم نگران است که تعدادی از این دولت‌ها با طالبان در افغانستان روابطی دارن، آیا واقعا این روابط را قطع میکنن یا نه؟ قطع نمیکنن. این برای افغانستان خیلی مهم است، با حفظ اینکه ما روابط استراتژیک با ایالات متحده و اروپا داریم. بیشتر شما در مورد اداره خواهی ترامپ صحبت کردین، اگر بیشتر روی در مورد مبارزه با توریسم در اثر از آدرس مقامات آمریکایی حرف میبره، بیشتر تاکید روی مبارزه با داعش از این روزها، نه طالب. طالب هم اکنون دیده میشه که در محوریت مسکو میچرخه و داعش هم به عنوان نفوذ آمریکا از طرف مسکو بارها گوشزد شده. فکر نمیکنید که بیشتری به عنوان یک تقابل است با کشورهای غربی و آمریکا این نشست، و بیشتر آنچه که از میمونا پرسیدم به عنوان یک قدرت نمایی در برابر نفوذ غرب در این منطقه مطرح میشه به بیشتر افغانستان؟ سیاست اداره اوباما در امر مبارزه با تروریسم خصوصا با داعش فرق میکرد نسبت با سیاست هایی را که اداره ترامپ داره یا شخص خود ترامپ در جریان انتخاباتش یا با هم در اولین سخنرانیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد. ترامپ از روز اول به صراحت اگر شما متوجه شده باشین در روزهای مبارزات انتخاباتیش سیاست خارجی و شکست داعش هر دو را تحت یک عنوان قرار داد، و بالاخره اظهار نظری بسیار قوی هم در روز سخنرانیش کرد که با هر قیمتی که شو از صفحه هستی ما اینا را نابود میکنیم. اما این
این قسم از اظهار نظر قوی و این قسم از سیاست چیز در اداره اوباما وجود نداشت. خب در اوایل یک کمی نامعلوم بود که سیاست ترامپ در راجب افغانستان چه خواهد بود، نامعلوم بود و هیچ اظهار نظری هم در جریان مناظرات انتخاباتی هم بین خانم کلینتون و آقای ترامپ که موضوع افغانستان در محراق توجه گفتگوها و مبارزات اون زمان نبود. بالاخره یک کمی تردیدها وجود داشت که چه خواهد بود، اما در این اواخر وقتی که ظاهر شده رفت هم از منظر از اینکه آقای ترامپ یک اراده قوی داره در برابر مبارزه با داعش و تروریسم و هم از منظر از اینکه افغانستان نقش مهمی را در امر مبارزه با تروریسم داره و هم از منظر از اینکه آمریکا در اینجا پول مصرف کرده و طولانی‌ترین جنگ داره در اینجا پیش میبره، بالاخره خود آقای ترامپ یک زمان گفته بود که اگر ما از افغانستان برای افغانستان را ترک کنیم چند ثانیه بعد از ترک ما از افغانستان پس افغانستان دوباره خراب میشه و حالت اصلی برمیگرده و بلاله های امن تروریسم تبدیل میشه. بالاخره این سیاست آقای ترامپ است که ببینین اقدام عملی همیست که رئیس جمهور افغانستان میره به آمریکا. شما دیدین که از رئیس جمهور افغانستان دعوت شد، رئیس جمهور افغانستان میره به آمریکا و رئیس جمهور افغانستان هم پیامش همی بوده که ما یک صلح با عزت و پایدار میخواهیم. معنای صلح با عزت همیست که هر کاری که میشه، هر پروسه‌ای که برای افغان ها گرفته میشه باید بر رهبری افغان ها باشه. حال دو تا اظهار نظر متناقض است، یکی از آقای نیکلسن است ها و یکی هم از آقای کابلوف است که شما گفتین و سفیر روسیه در افغانستان که شما شاهد اظهاراتش بودین. آقای نیکلسن میگه که روسیه هم همانند ایران و پاکستان یک نوع مداخله زیانبار در امر افغانستان با وضاحت آغاز کرده. روسیه و پاکستان و برخی کشورهای دیگر ماموریت ناتو را به بنبست مواجه می‌سازند. دولت افغانستان تضعیف می‌کنند، ماموریت ناتو را به بنبست مواجه می‌کنند. بهتر است بر روسیه ازی که به جای که با طالبان بشینه در میز مذاکره با کی بشینه، با دولت افغانستان. اما در جانب مقابل شما شنیدین که آقای کابلوف گفت که ما منافع مشترک با طالبان به خاطر داریم که اینا ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه نمی‌شناسند و او را به رسمیت نمیشناسن و در مقابل از او میجنگن و سفیر روسیه هم گفت که ما به خاطر حفاظت شهروندان. خب این همه گفتگوها و اظهارات نظر متناقض بالاخره این موضوع را به بار میاد که آیا امکانی ازیر داره که یک نقطه یک وحدت نظر بین آمریکا و روس وجود به میان بیاد در امر مبارزه با تروریسم یا نه. ولی اگر از سوی دیگر آقای ترامپ و اداره ترامپ یک سیاست قاطع و واضح در امر مبارزه با داعش داشته باشند، در این شاید تردیدی نباشه که بازی با گذشته در امر تکمیل کنم، در اگر ترامپ و اداره ترامپ یک سیاست واضح و قاطع در امر زدن یا مبارزه با داعش داشته باشند، در شاید تردیدی نباشه که یک وحدت نظر و یک نقطه مشترک بین روسیه و آمریکا به میان بیاید و بالاخره از اون حادثه ای که ما میترسیم که اگر به تقابل بریم ما قربانی میشیم، افغانستان قربانی میشه، از اون جلوگیری شه. ولی اگر نباشه باز همین گونه ادامه پیدا بکنه که طالبان یک آلهی دست به دست روسیه باشن و داعش هم آلهی دست به دست آمریکا باشه و بالاخره افغانستان به یک میدانی کشمکش دو تا ابرقدرت در این عصری یک بار دیگر به شیوه دیگر تبدیل شوه. بالاخره اینجا باز به افغان ها برمیگرده که افغان ها چی باید بکنن که خود آقای منصوری اگر به اعترافات اخیر آقای اوباما توجه شوه در آخرین سخنانیش به وضاحت گفت که ما طالبان نتونستیم شکست بدیم و اگر به حرفای بسیار با جرأتانه و جسورانه مقامات روسی در مورد و تبدیل شدن وضعیت افغانستان به سوریه و یا هم تجزیه افغانستان و موارد دیگر توجه شوه، اگر بیشتر روی از این توجه شد که روس‌ها چقدر کنترل بالای طالب داره، فکر نمی‌کنید که اگر آمریکا بعد از این بخواه نقش روسیه را در اینجا نخواهد کنترل بکنه و از توانمندی آمریکا هم خواهد برآمد؟ بله، به خاطر از اینکه از جان مکن وقتی که از نیکلسن پرسان کرد که به یس و نو برای ما جواب بگو، جان مکن پرسان کرد که ما در افغانستان پیروز هستیم شکست خوردیم، این نظامی چه گفت؟ نظامی آمریکایی شما دیدین؟ گفت ما به بنبست رسیدیم. با بنبست رسیدیم یا شکست خوردیم یا پیروز، با بنبست رسیدیم یعنی نتانستیم به جنگ پیروز شویم. خب بالاخره گپ روس ها همی بود که امریکایی ها در امر مبارزه با تروریسم در افغانستان ناکام ماندن، آمده بودن برای محو تروریسم ولی تروریسم به شیوه ها و به انواع مختلف دیگه هم بروز کرد.
و خود کمیته نظامی سنای آمریکا که در او 22 نفر عضو از حزب جمهوری خواه بودن، در نامه‌ای که در سال پیش با اوباما نوشته کردن، در اون نامه به صراحت نوشته کرده بودن که ما دستاوردهای در افغانستان داریم، ولی هنوز هم خطر طالب، هنوز هم خطر تروریسم و هنوز هم خطرات دیگری وجود داره که ما را به این وادار میکنه که ما یک زمان دیر در افغانستان بمانیم و جنگ خود شدت ببخشیم و ما نباید یک بار دیگر اشتباهی از این را تکرار کنیم که افغانستان را ترک بگیم و بیرون شویم. دیدی از اونها یک دیدی طولانی مدت و استراتژیک بود و میخواستن جمهوری خواه که در افغانستان بمانند. حال اون سیاست حزب جمهوری خواه شکی نیست که تأثیر میگذاره بالای سیاست های داره آقای ترامپ، اگرچه آقای ترامپ در اظهاراتی که در جریان انتخابات داشت یک آدمی خلاف سیاست معمول حزب جمهوری خواه بروز کرده، انتی استبلیشمنتش گفتن که تو مخالف سیاست معمولی و اساسی حزب جمهوری خواه هستی. خب حال اگر آقای ترامپ با در نظر داشتی این همه درس هایی که در 13 سال آموختن آمریکایی ها و با در نظر داشت تمام تحلیل ها و نظریاتی که در زمینه مبارزه آمریکا با در برابر تروریسم وجود داره، یک بار دیگر عزمشان بری باشه که در افغانستان موفق شوند و دامن ناامنی ها چیده شوه، بالاخره امکان داره که یک نقطه نظر واحد بین روسا و آمریکایی ها با میان بیاد. در غیر از او نگرانی روسا از همیست. همه شما خبر دارن وقتی که وزیر دفاع روس به تاجیکستان آمد، برای اولین بار با تیارات خیلی پیشرفته جنگی پایگاه خود روسا در تاجیکستان تجهیز کردن و اظهار کرد که ما نیروهای قرغیزستان به خاطر مبارزه با تهدید داعش آماده کردیم و بالاخره دو تدبیر سوم است که ما با طالبا به خاطر در رابطه هستیم که اینا با داعش می جنگن. بالاخره این کشمکش باقی میمانه و این لاینحل باقی میمانه و باز میبینیم که یک چرخشی هم در دیپلماسی پاکستان به میان میاد و پاکستانی که با روسیه روابط سرد داشت یک بار گرم میگیره. آقای عارفی، آمریکایی ها آنچه را که آقای منصوری هم گفت بر اساس اظهارات جنرال نیکلسون که در اینجا با بنبست رسیدن و اعترافات اخیر آقای اوباما هم در آخرین روز شایی بود که ما در برابر طالب نتونستیم طالب شکست بدیم و اعتراف به ناکامی کرد، اما اینجا بیشتر دیده میشه که در قضیه سوریه هم روس ها آمریکایی ها را با شکست مواجه کرد در مسئله علم. فکر میکنید که با امین پررنگ شدن نقش روسیه در منطقه و حرکت های بسیار سریع روسیه، آمریکایی ها اگر بخواهم از حوزه افغانستان نقش روسیه را بتونن مدیریت بکنن؟ آمریکا فعلا او قسمی که خودتون در سوال خود مطرح میکنی فعلا خودش در یک منجلاب یا در یک گردابی افتاده که نمیفهمه که باید قضیه را چه قسم مدیریت بکنه. در مسئله سوریه هم یقینا همین رقمی شد. آمریکا بسیار مسئله را ساده تلقی میکرد، فکر میکرد که مشکل اساسی کشورهای عربی استبداد است. اگر ما بتونیم نظام های استبدادی را سرنگون کنیم، تنها بدیلی که برای نظام های استبدادی وجود دارد نظام های لیبرال دموکراسیه. در صورتی که جامعه عرب، جامعه شرقی، جامعه اسلامی درد هویتی داره و در صدد احیای هویت خود است، نظام سیاسی که سازگار با هویت اونها باشد میخواهد در اینجا تاسیس کنه و باز کشورهای اسلامی و عربی متوجه است که 100 سالی که نظام های استبدادی در کشورها روی کار آمده، این 100 سال از چی؟ از نوع سوسیالیسم، از نوع دموکرات هم بوده. این کشورهای همسو با دنیای غرب بود که اینا استبداد را آوردن. بنان خب منظور است که آمریکا یک ترقی بسیار ساده داشت و رفتن به سمت تشویق مردم برای حرکت ها در برابر نظام سوریه، ولی ابتکار عمل را اسلامگراها به دست گرفتن و پسان پای روسیه هم در اینجا وارد شد که قضیه عالی چند بودی شده. در مسئله افغانستان نیز این رقمی به نظر میرسد. تلقی آمریکایی‌ها این بود که ما مانع از تحقق حکومت مجاهدین شویم. حکومت مجاهدینی که نوع خاص از نظام را می‌خواهد که گرایش ضد غربی داره و در ستیز با غرب قرار داره. خب بدیل او به اصطلاح دولت‌های دموکراتیک یا نیروهای تکنوکرات تحصیل کرده اینا رو بیاریم، یک نظام معتدل روی کار بیاریم. ولی در اینجا وقتی که وارد شد، خب طبیعیه که به عنوان یک واکنشی از سوی طالبان بود یا نیروهای البته جهادی به صورت سیاسی، ولی نیروهای طالبان به صورت مسلحانه در برابر این مطرح شد. آمریکا فکر کرد که میتونه اولا طالبان بسیار زود شکست بدن
ولی به نظر ما این تحلیل زیاد قبول ندارم که آمریکا در اینجا بازی خورده باشد یا اغفال شده باشد. آمریکا خیلی زود به جمع‌بندی رسید که توانایی طالبان چقدره. بر از اینکه توانایی طالبان، منابع طالبان کاملا در دست پاکستان است و من میتونم بگویم که اگر 100% نه 90-95% تمامی حرکات و تحرکات و معلومات اطلاعاتی که آیسای پاکستان داره عموم معلومات به سیا میرسه. بناهن براورد آمریکا بسیار دقیق بود از منابع تمامیل طالبان، از منابع انسانی که نیروهای انسانی و جهادی را جذب میکنه، از پلانهای بعدی طالبان. برای آمریکا این چی نبود، ولی سخنداری که چرا آمریکا برای مبارزه به صورت جدی وارد عمل نشد با طالبان، چرا یه 15 سال بیشتر وقت تلفی کرد، چرا نیروهای زیاد در افغانستان آورد، هیچ موقعی در میدان نبرد به صورت جنگ واقعی نرفت. اینجاست که این آدم به ذهن میرسه که آمریکا در یک منجلابی بر اساس یک نقشه ای که کشیده بود ناخودآگاه خود را به یک قسم گرفتار کرد. پاکستان شریک اساسی خود ساخت، پاکستان پلان دیگرشان داشتن و هر روزی تو پیداست که آمریکایی‌ها را بیشتر دچار یک سردرگمی ساخت که شما بیاید از این پلان ما حمایت کنید، طالبان خطری دراز مدت برای شما نیست، ممکنه خطری کوتاه مدت باشد، ما در گام‌های بعدی هم منافع شما در نظر می‌گیریم و فعلا شما منافع ما را در نظر بگیرید. اینجا آمریکا جمع ماندگی باسکسون که قضیه افغانستان علی کم کم قضیه منطقه‌ای میشه، یعنی با کشیده شدن پای روسیه این یک بورنج و یک موزله است. بنابراین ما میتونیم بگوییم که بر اساس اون محاسبه اولیه که آمریکا یادداشت به اون بس رسیده، ولی فعلا در بخش کنترل مدیریت نفوذ روسیه فکر میکنید که آمریکا اگر بخواد نفوذ روسیه در گذشته وجود نداشت. ما نفوذ روسیه را از حالا میفهمیم که کم کم وارد میشه. در گذشته چیز به نام نفوذ روسیه نبود، بلکه بیشتر طالبان بود، نیروهای جنگجو که آمریکا فکر میکرد که در یک مقطع ما اینا را میدان بدیم، در یک مقطع دیگر ما میتونیم کنترل کنیم. در نهایت نشست مسکو فرصت ایجاد میکند و یا هم تهدید دراز مدت؟ به عنوان پرسش آخر و جنبندی از هر سه میمان میپرسم. آقای معین بفرمایید شما. ببینید، نشست مسکو به معنای اتحاد مطلق قدرت‌های منطقه نیست. به این مفهوم نیست که واقعا پاکستان با روس‌ها وارد یک اتحاد فراگیر خواهند شد. یک مقداری میخوان که اون نگرانی‌هایی که از جانب هم این قدرت‌های منطقه دارن، این نگرانی‌ها رو کاهش بدن و روس‌ها خوب می‌دونن که ابزار افراطیت در دست کیست و از همین جهت است که روس‌ها هم اقدام می‌کنن و میان غیرت‌سازی می‌کنن در داخل افغانستان. اما به هر صورت اگر افغانستان نگرانی‌هایی که داره ابراز کنه و به او پرداخته بشه و واقعا نیت همین باشد که باید جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنه و بحران در منطقه کاهش پیدا کنه، خب یقیناً به نتیجه خواهند رسید با حفظ منافع ایالات متحده. اگر در مغایرت و در تضاد با منافع ایالات متحده باشه و اینکه بیشتر یک قدرت نمایی روزها را نشان بده و نشان بدن که در کنارشان ایران است و امروز پاکستان را هم دارن به سمت خود نزدیک میکنن و هند هم که از رفقای استراتژیک روسیه هست، من فکر میکنم به نتیجه نخواهد رسید. آقای منصوری کوتاه فرمایید شما. من هم به تایید حرفای استاد بگم که اگر امریکایی ها در این منافع خود را نبینن و این یقینا اگر اینطور یک اتحادی سه جانبه بین پاکستان و ایران و چین باشه و یک هم نظری و همسویی بین این سه کشور پیدا شده باشه که باید طالب در مقابل داعش حمایت بکنن و دولت افغانستان را تضعیف بکنن که دولت افغانستان هم حامی غربی خود و امریکا حامیش هست، این بنبست بیشتر میکنه، بغرنج را بیشتر میکنه، به حل دست پیدا نمیکنیم. ولی اینجا هم یک موضوع دیگه به شدت مطرح میشه که خودی حکومت افغانستان، خودی دیپلماسی افغانستان، اینا خود چه قسم مطرح میکنن. حال ببینین، اگر این مجلس امروزی مسکو یک مقدمه بر یک مجلس بزرگتر کلانتر باشه از نگاه تقدمات دیپلماتیک و اهمیت دیپلماتیک، این خود در سطح رؤسا است. مثلا از افغانستان رئیس پالیسی وزارت خارجه رفته، از دیگر کشورها از وزارت های خارجه رؤسای عمومی آمده، از نگاه تقدمات دیپلماتیک یک مقدمه شده میتونه برای یک جلسه بزرگتر مهمتر. اگر یک مقدمه یا یک زمینه سازی برای یک جلسه در سطح رؤسای جمهوری کشورها باشه و اینها بخواین که یک توافق نظر ایجاد بکنن و بحران دقیق تحلیل و ارجابی و بررسی بکنن و بالاخره یک تصمیمی همگانی برای
آوردن صلح و ثبات در منطقه بگیرن و به این نتیجه برسن که خوب به جای تقابل بیاین که منافع مشترک را شناسایی بکنیم. اون زمان است که میتونیم بگویم که بله چنین جلسات یا چنین کنفرانس ها میتونن که یک گامی حداقل در راه حل مشکلات افغانستان بوده باشه. آقای عارفی کوتاه فرمایش بکنید. خودی تحریک شروع شده با توجه به تاکید بر مذاکره به نظر میرسه که یک گام مثبتیه، خصوصا که افغانستان هم در اینجا دخیله، اما سخن در ایست که این مذاکره به جایی نخواهد رسید. برازی که دو تا مذاکره پیش میره هر کدام از مسیر خودش، هیچ گونه هماهنگی بین اینها نیست. آمریکا در سالهای گذشته و پاکستان نشست‌های چهارجانبه برگزار می‌کردند که چندین نشست برگزار شد. این بار روسیه می‌خواهد با نشست شش جانبه یک مسیر دیگر طی کنه. جمع‌بندی کلی است که تا زمانی که تمام بازیگران اصلی به منافع تمام کشورهای منطقه توجه نکنه و بر اساس یک طرح مشترک پیش نرود، تلاش‌های یک جانبه نمی‌تونه به یک دستاورد عملی برسه. بسیار تشکر آقای عارفی، آقای منصوری و آقای معین از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب. و شما تشکر می‌کنم عزیز که بحث با ما تا کنون دنبال کردید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.